امیر ارسلان نامدار فصل هفتم قسمت سوم امیر ارسلان از اول تا آخر حکایت را گفت خاج کاووس و خاج تاووس برای شمس وزیر زیاد افسوس خوردند و امیر ارسلان را به اتاق بردند. آن شب تا صبح امیر ارسلان گریه کرد و ابیات عاشقانه خواند و خاج کاووس و خاج تاووس او را دلداری دادند. اما همین که پتروس شاه داخل حرم خانه شد و بارگاه برهم خورد خاج یاقوت به خدمت ملکه آفاق رفت و در برابر تعظیم کرد. ملکه پرسید خاج یاقوت امروز در بارگاه پدرم چه شنیدی؟ خاج یاقوت گفت ملکه مجده مرا بده تا بگویم. ملکه گفت مگر چه شده است؟ خاج یاقوت گفت پدرت تو را به امیر هوشنگ بخشید. تا خواجه یاقوت این سخن را گفت ملکه چپ انداز یک سیلی بر بناگوش خواجه یاقوت زد که برق از چشمش پرید و گفت حرام زاده چه مژده ای برای من آوردی میخواهم سر به تن پدرم نباشد که مرا به امیر هوشنگ ببخشد امیر هوشنگ سگ کیست که مرا به او ببخشد پدرم سرش را به سنگ زد مگر من کنیز او بودم که مرا ببخشد غلط کرد آنکه مرا بخشید گوه خوردی تو که خبر آوردی خاج یاقوت که خشم ملکه را دید عقب رفت کنیزان عرض کردند ملکه به سلامت باشد تقصیر خاجه یاقوت بیچاره چیست سیاه نفهم خر خیال کرد شما خوشتان می آید. اگر شوهر نمی خواهی به پدرت بگو تقصیر یا یاقود چیست می رود به پدرت می گوید آن وقت پادشاه بدش می آید. از او دلجویی کنید می رود فسادی برپا می کند. ملکه اندیشید بد کاری کرده اگر برود و به پدرش بگوید پادشاه خیال بد می کند مبادا به فهمد ملک عاشق است اگر عاشق نیست شوهر بهتر از او کجا هست و فسادی برپا می شود خاج یاقوت را خواست دست به سر و رویش کشید و او را نوازش کرد فرمود خلعت آوردند به خاج پوشاند و گفت خاج یاقود جان خوب مجده داشتی اما ناگهان به من گفتی پدرت تو را بخشید بدم آمد من که کنیز نبودم حالا بگو ببینم چطور شده امیر هوشنگ چگونه جوانی است خاج یاقود دست ملکه را بوسید و عرض کرد ملکه نمیدانی امیر هوشنگ چقدر خوشگل است من تا به حال جوانی به خوشگلی و قد و ترکیب امیر هوشنگ ندیدم ملکه گفت در بارگاه چه گفته شد؟ خواجه یاغو تمام حکایت را از آمدن و نام آوردن امیر هوشنگ و رفتنش و مسلحت کردن پادشاه و حرف شمس وزیر و قمر وزیر و حبس کردن شمس وزیر و اجازه دادن عروسی همه را گفت. فرخلقا از زندانی شدن شمس وزیر خیلی آزرده شد طوری که نزدیک بود جان بدهد در کمال افسردگی و پریشانی خاج یاقوت را مرخص کرد و از جای برخاست. یک شال حریر بر سر انداخت و با دو نفر از کنیزان محرم روانه قصر پادشاه شد قدم به پله گذاشت و بالا رفت و داخل تالار شد دید پدر و مادرش روی صندلی نشستند و شراب می نوشند. در برابر تعظیم کرد. پتروس شاه آغوش گشود. ملکه را در بر گرفت صورتش را بوسید در کنار خود نشاند و گفت فرزند کجا بودی؟ چرا پیش من نمی آیی؟ ملکه عرض کرد هر جا باشم دعاگو هستم پتروس شاه دید چهره ملکه برافروخته حالتش دگرگون و خیلی غمگین و افسرده شده است پرسید فرزند تو را چه می شود؟ حالت هر روز را نداری در فکر و پژمرده هستی دختر عرض کرد از بی های شما حال خوشی ندارم پتروس شاه گفت فرزند این چه حرف است که میزنی تو تنها فرزند من هستی تو را نخواهم که را خواهم ملکه گفت هیچ مرا نمیخواهی اگر مرا میخواستی شوهرم نمیدادی که مرا از اینجا ببرند پتروس شاه گفت آزردگی تو برای این است که شوهرت دادم ملکه عرض کرد بلی حالا چه وقت است که من به خانه شوهر بروم تازه اول خدمت من است من باید کنیزی شما را بکنم پتروس شاه گفت هر وقت باشد باید شوهر کنی من فقط تو را دارم و آرزو دارم عروسیت را ببینم هر چه زودتر بهتر فرخلقا گریان شد و گفت پدر اگر بند از بندم جدا کنی شوهر نمی کنم. این امیر هوشنگ دیگر کیست که میخواهد مرا از شما جدا کند. به خدا قسم اگر یک ساعت شما را نبینم دیوانه می شوم. هرگز شوهر نمی کنم. پتروس شاه گفت فرزند جوانی بهتر از امیر هوشنگ کیست که تو زن او شوی شوهری مثل امیر هوشنگ برای تو پیدا شده و تو داری گریه می کنی؟ اگر امیر هوشنگ را ببینی خودت میگویی به غیر از او کسی را نمی و عاشق میشوی ملکه گفت هر کس که باشد نمی خواهم پتروس شاه گفت فرزند گریه تو نفعی ندارد پادشاه گلریز خواهش کرده است و یقینا تو را به امیر هوشنگ می دهم. اگر ندهم جنگ می شود. دختر گفت پس بگویی دو سال صبر کند. پتروس شاه گفت خیال کن دو سال دیگر صبر کرد. آخر چه کاری که دو سال بعد می شود حالا بشود. ملکه دید هرچه گریه می کند پدرش به حرفهای او گوش نمیدهد گفت چه بگویم هرچه قمر وزیر حرامزاده به شما بگوید همان باید بشود از جای برخاست و با دل پرغم به قصر خود رفت کنیزان را از دور خود دور کرد و قصر را خلوت کرد و به گریه و زاری پرداخت پتروس شاه به بانو گفت ملکه جوان است نمیفهمد بگو کنیزانش سرش را گرم کند و بفرست زنان و دختران قمر وزیر و امیران بیایند که مشغولش کنند بانو عرض کرد به چشم اما فرخلقا در امارت را به روی خود بسته و سر برهنه کرده چون باران بهار گریه می کرد و می گفت ای جوان بیره چرا از من عاشق بیقرارت بیخبری و در روم مشغول عیش هستی؟ خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این همه ایامم نیست به خدا و به سرا و پرده تو که از دوستید خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد سر مویی به غلط در همه اندامم نیست قربانت کردم تا کی تا چند من از غمت بسوزم و تو فراغ بال با محبشان رومی در عیش باشی القصه آن شب را تا صبح به همین نه نالید و گریست تا هنگامی که عروس خلوت نشین خورشید از هجله افق بیرون آمد و عالم را به نور منیر خود مزین کرد هر سو که در پرده رود خسرو هندو بر چرخ رسد کوکبه چتر هلاکو در سر زدن آفتاب امیر ارسلان نامدار در خانه خاجه کاووس سر از خواب راحت برداشت با خاطر افسرده و دل شکسته و چشمهای اشکالود به حمام رفت و بیرون آمد به همراه خاجه کاووس فرنگی به تماشاخانه رفت در پشت بساد ایستاد و به مردم شراب میداد که باز از در تماشاخانه سر و کله قمر وزیر پیدا شد.